به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. سلام، نوید هستم و با قسمت 76م که جمع‌بندی تاریخ به روایت هرودوت فصل اولش هست رو در خدمتتون تو این برنامه و یک برنامه دیگه که امیدوارم هفته دیگه بتونیم خدمتتون ارائه بکنیم در خدمت شما عزیزان هستم. بله، کتاب اول هرودوت، تاریخ هرودوت رو ما طی 75 قسمت به صورت خط به خط و مو به مو، کلمه به کلمه و حتی از منابع مختلف که مرتبط و غیر مرتبط بود با اون چیزی که در تاریخ هرودوت دیدیم بررسی کردیم، نکاتی رو در ارتباط با مفاهیم کلیدی و روش‌های تحقیق خدمتتون ارائه کردیم، فوت و فن‌هایی که به درد هم کسایی که میخوان به صورت تخصصی تاریخ رو دنبال کنن و هم اونهایی که فقط یک سرگرمی به تاریخ نگاه میکنن و اطلاعات عمومی رو میخوان داشته باشن اما میخوان اون اطلاعات عمومی درست و دقیق باشه خدمتتون ارائه کردیم که با بکارگیری اونها میتونید سره رو از ناسره، درست از نادرست تشخیص بدید. خب از این مقدمه که بگذاریم، که البته در انتهای این برنامه قرار شد، همونطور که توی برنامه قبلی گفتیم، قرار شد که به پرسش های یک سری از شما عزیزان که هشتگ تاریخ هرودوت رو برامون ارسال میکنید، با اون هشتگ، یعنی پرسشاتون رو مطرح میکنید، هم ما پاسخ بدیم که مربوط بود به اون بخش اول یا فصل اولی که ارائه کردیم و کتاب اول هرودوت، و تو این برنامه اون پرسش ها رو هم در انتهای برنامه پاسخ میدیم، به غیر از یک مورد که هفته بعد به صورت اختصاصی برنامه رو براش خواهیم داشت. از این مقدمه که خارج بشیم و بگذاریم، میرسیم به یک توضیح کاملی که ما از اون چیه در این مدت که فکر کنم نزدیک 2 سال شد شاهد بودیم از کتاب اول. یکی این که توی کتاب اول هرودوت اون بخش های مهم و اصلی که شاید هرودوت داره بهش یه جورایی اشاره میکنه، اونها چیا بودن که شاید ازشون غفلت شده یا کمتر بهشون توجه شده و میتونن راهگشا بشن برای اونهایی که میخوان کلیتی از اون دیدگاه هرودوت رو داشته باشن. و مورد بعدی هم این که برداشت های اصلی ما از کتاب اول شامل چه بخش ها و موضوعاتی میشد که اون هم بهتون جلوتر توضیح میدم. اما نکات و میشه گفت موارد مهمی که از تاریخ هرودوت و از همون بخش ابتدایی سخنان هرودوت میتونیم برداشت بکنیم، یکی از مهمترینشون اشاره ای هستش که هرودوت در ابتدای کتاب خودش به نبرد تروا و اهمیت اون برای پارسیان داره اشاره میکنه. اون هم موضوعی که شاید وقتی دقیق بشیم به تاریخی که برای نبرد تروبا مطرح میشه و پارسیان یا همون هخامنشیان، اون فاصله زمانی که برای نبرد تروبا بیان میشه با فاصله زمانی که هخامنشیان تازه در زمان کوروش میان و با قدرت میرسن، یک فاصله زمانی خیلی زیادی هست و همینطور جغرافیایی که اینها، یعنی مفسرین غربی و دنبال روهای شرقیشون که جغرافیای تروا رو میبرن در غربی ترین نواحی ترکیه امروزی قرار میدن که با سرزمین پارسیان یا خاستگاه پارسیان فاصله خیلی زیادی داره، و اینکه چه ربطی داشته این داستان ها به هم و چرا هرودوت باید همچین اشاره ای رو بکنه، این یکی از موضوعات مهمی هست که در ارتباط با نبرد تروا هرودوت داره بهش اشاره میکنه و گره بزرگی رو در ارتباط با نبرد تروا هم همین موضوعی که هرودوت اشاره بهش میکنه ایجاد میکنه، که البته بعد از اینکه ما داستان نبرد تروا رو به صورت کامل بیان کردیم، تا الان 2-3 قسمت به صورت اختصاصی در ارتباط با تروا ما داشتیم، که این 2-3 قسمت تنها 10% از اطلاعات و اسنادی هستش که در ارتباط با نبرد تروا خدمتتون ارائه کردیم و 90% داستان مونده، و بعد از اینکه این اطلاعات رو ما به صورت کامل خدمتتون ارائه بکنیم، 100% شما میتونید خودتون یک برداشت کلی و یک نتیجه گیری کلی از اینکه آیا هرودوت داره اینجا اطلاعات درستی رو به ما میده در ارتباط با اینکه کینه پارسیان یا به نوعی هخامنشیان از یونانی ها به خاطر نبرد تروبا و حمله‌ای بوده که یونانی ها به
تروبا میکنند یا نه، این گره رو میتونیم باز بکنیم. و مورد بعدی که هرودوت به نوعی خیلی پررنگ توی کتابش بهش اشاره میکنه، اما از اونجایی که شاید سرسری خوندن مطالب و کلمات که تأکید ما در خانش واو تاریخ هرودوت هم دقیقا روی این مسئله بود که به کلمات و واژگان و جملات بسیار دقیق باید توجه بشه، اون بخشی از تاریخ نوشته های تاریخ نوشته های هرودوت هستش که هرودوت داره دلیل نگارش این کتابش رو بیان میکنه به نوعی. و تو اون بخش هرودوت صحبت از کینه ای میکنه که نسبت به کسانی که اون پادشاهی یا میشه گفت اون آرزوهایی که قوم خیشان و همکیشان هرودوت در اون سرزمین های به نوعی میشه گفت لیدیه یا ایونی نشین داشتن و میتونستن یک آینده درخشانی رو برای خودشون رقم بزنن و به نوعی امپراتوری بزرگ اون دوران اونها باشن، این پارسیان و هخامنشیان یا شاهان اولیه هخامنشی هستن که کلیه اون آرزوها رو برباد میدن. و این اصلی ترین دلیلی هست که هرودوت داره این کتاب رو به نوعی نگارش میکنه و توی بخش ابتدایی کتابش بهش اشاره میکنه. و حالا یک سری افرادی که از سر نادانی و ناآگاهی و بیسوادی اینطوری بگم میان و میگن که نه، هرودوت اتفاقا خیلی هم با شاهان هخامنشی خوب بوده و جاهایی ازش از این شاهان تعریف کرده و تمجید کرده. از اینها باید به این عزیزان بگم که ما این شیوه یا به نوعی میتونم بگم تکنیک دروغگویی رو یا تخریب طرف مقابل رو در شیوه هایی که رسانه های خارجی هم یا رسانه هایی که حرفه‌ای هستن تو این حوزه میبینیم استفاده میکنن. یعنی یه دونه به نعل بزنن، یه دونه به میخ، یک تعریف و بعد دو نقد بسیار جدی و سنگین. و خب حالا اگر شیوه کارتون تحریف و دروغگویی هم باشه، حالا چه تحریف خواسته یا ناخواسته، تحریف هایی که در جهت تخریب صورت میگیره، اون موقع این شیوه میتونه کارایی بیشتری داشته باشه، چون یک چهره بی‌طرفی رو از خودتون داریم به مخاطبتون که خوانندگانتون هستن توی درس با کتاب هرودوت دارین ارائه میکنین که من یک فرد بی‌طرف هستم. ببینید، من از شاه تعریف کردم، شاهی که دشمن من هستش، دشمن و افکار من، اجداد من بوده یا خواسته های من بوده و آرزوهام رو برباد داده، ولی میبینید که ازش تعریف هم میکنم. پس این یه دونه به نل، یه دونه به میخ زدن که میشه گفت یه چند تا به میخ زدن هستش، این داستانش از اینجا نشأت میگیره. و هرودوت توی شروع کتابش نکات کلیدی رو در ارتباط با کینش و دیدگاهش نسبت به پارسیان و هخامنشیان به صورت مستقیم و واضح ارائه میکنه و مسلما شاهان بعدی هخامنشی رو ندیده، همون چند شاه ابتدایی هخامنشیان یعنی کوروش، کمبوجیه و داریوش و خشایارشاه مد نظرش هستن. اما تمرکز ما توی این 75 قسمت از تاریخ هرودوت و کتاب اول تاریخ هرودوت روی سه بخش بود، یا اینطوری بگم میتونیم توی سه بخش مجزا این تمرکز رو میتونیم مجزا بکنیم، دسته‌بندی بکنیم. و اون سه بخش شامل مواردی بود که تأکید ما از خانش متون و جملات بر روی این بود که مخاطبمون یاد بگیره برای رسیدن به درستی یا اصل مطلب، اصل مطلبی که خود مورخ و نویسنده در اون دوران کهن مد نظرش بوده، نیازمند این هستش که در بخش‌های مهم و کلیدی، اون بخش‌هایی که اشارات مهم و کلیدی رو مورخ داره روش تأکید می‌کنه، اونجاها ما نیازمند این هستیم که به نسخه‌های مختلف به زبان‌های مختلف رجوع بکنیم تا برداشت نزدیک‌تر به آنچه مورخ نگاشته رو بهش برسیم، که توی داستان ترجمه واژه ایرانیان بود که توی متن‌های مترجمین فارسی متاسفانه ما شاهدش هستیم، کلمه‌ای رو که در متون
انگلیسی و متون یونانی همین نسخه شاهدش بودیم، کلمه پرشیا یا پارسیان در ترجمه فارسی یا ترجمه های فارسی به جاش ایرانیان آورده شده، که این دوتا درسته که یک همپوشانی دارن، یعنی میشه گفت پارسیان در پیوند با ایران و ایرانی بوده و هستند، اما یک سری باعث میشه که یک سری اطلاعات اینجا گم بشه و یک سری اطلاعات اضافه بشه به متن اصلی. حالا مثال بعدی رو که بزنم باز واضح‌تر میشه این داستان. اما وقتی شما کلمه ایرانیان رو جایگزین پارسیان در متن یونانی و ترجمه های انگلیسی رو غیره میکنید، در اصل کلمه ایرانیان رو، واژنام ایرانی یا ایرانیان رو به متن کهن اضافه کردید و از اون طرف کلمه پارسیان یا پرشیا رو که باز کاربردی خاص‌تر داره نسبت به ایرانیان که یه مقدار عام‌تر هستش توی این حوزه، یعنی در برگیرنده پارسیان و بقیه اقوام هم میتونه بشه، این رو اومدید چیکار کردید؟ اضافه کردید به متن. یک بخشی رو حذف کردید، یه بخشی رو اضافه کردید. حالا مثال دوم که تو این ارتباط خیلی واضح‌تر میشه و بارها هم راجبش تاکید کردیم، مربوط میشه به جهت‌های جغرافیایی. توی متون کهن مثل اون چیزی که هرودوت و بقیه مورخین ارائه کردن، به این دلیل که سیستم جهتیابی مثل امروز نبود، قطب‌نمایی وجود نداشت و جهتیابی‌ها یا اشارات به جهت‌های جغرافیایی به شیوه خاصی بود. مثلا میگفتن به سمت طلوع خورشید در زمستان، به سمت طلوع خورشید در تابستان، اینها حتی با هم متفاوته، یا به سمت باد تابستانی یا به سمت باد زمستانی، وزش باد. اینها جهت‌های در اصل جغرافیایی بود که با معادل سازی‌ها و جایگزین کردن این بخش از متن، یعنی هرودوت اومده گفته به سمت طلوع خورشید و یا در جهت غروب خورشید، در متن ترجمه شده چه حالا انگلیسی چه فارسیش، اومدن جای این بخش گذاشتن شرق و غرب که به طور کلی مفهوم رو میتونه عوض بکنه و توی بخش داستان ماسایت ها این رو دقیقا دیدیم که به طور کامل اون چیزی که هرودوت مد نظرش هست به نوعی جنوب شرقی هستش، ولی تبدیل شده بهش کاملا شرق و خب یک جهت دیگه و یک مفهوم دیگه رو میتونه به ما بده و ما رو گمراه بکنه. پس نیاز داریم که این موارد رو دقیق بشیم. و یه مورد دیگه که توی پاسخ به پرسش ها، یه مثال دیگه هستش که توی پاسخ به پرسش ها بررسی میکنیم امروز و میبینیم که این بخشی که ما روش تاکید داشتیم و زیاد روش توی کتاب اول تاکید کردیم از چه اهمیتی برخوردار هستش. اما بخش دیگه که تاکید زیادی روش داشتیم جغرافیای تمدن ها اقوام مختلفی بود که مثل ماسایت ها و سکاها و یا تمدن لیدیه یا ایونی، که این جغرافیا رو ما تاکید کردیم روش تو بخش مختلفی. تو برنامه بعدی هم راجع به لیدی به صورت اختصاصی صحبت خواهیم کرد و اهمیت این موضوع برای ما و همینطور اونهایی که به صورت تخصصی این موضوعات رو دنبال میکنن این هستش که این جغرافیای اقوام و تمدن‌ها رو همونطور که دیدیم و میبینیم امروز با اون چیزی که هرودوت داره گزارش میکنه بسیار متفاوته. یعنی هرودوت داره از یک جغرافیا در موقعیتی بسیار متفاوت تر از اون چیزی که مفسرین غربی و دنبال روهای شرقیشون ادعا میکنن صحبت میکنه و اون مفسرین برای اینکه بخوان اون هویت سازی جهلی خودشون رو توجیه بکنن عنوان میکنن که هرودوت نمیدونسته، آگاهی نداشته و نمیدونسته که مثلا در شرق دریای خزر هم ما رودی به نام ارس داریم، در حالی که همچین رودی نه در گذشته بوده و نه در امروز، و فقط رود ارس رو ما یا آراکس رو در غرب دریای خزر شاهدش هستیم. به همین خاطر و مواردی از این دست که صحبتش رو کردیم، اومدن و جغرافیاهایی رو تعریف کردن برای اقوام و تمدن‌های باستانی که به هیچ عنوان با منطق و واقعیتی که هرودوت گزارش کرده تطبیق نداشت و برای این موضوع میتونید به بخش‌ها و ویدیوهای مختلفمون در ارتباط با جغرافیای باستان و دروغ‌های اروپایی‌ها رجوع کنید توی همین مجموعه فصل 1 و با مرور اونها
باز هم میتونید نکات مهم و کلیدی رو پیدا بکنید. این بخش دومی بود که ما تمرکز اصلی رو توی این مدت دو سال و یا تقریبا میشه گفت دو سال، حدود دو سال داشتیم و فصل اول 75 قسمت. و موضوع بعدی که زیاد روش به نوعی تاکید میکردیم داستان پانها بود، حالا از پانفارس ها گرفته تا پانترک ها که تاکید زیادی داشتیم به خاطر اینکه موضوع سکاها و ماساگت ها که باز بخش اصلی تاریخ هرودوت در کتاب اولش بود، این در پیوند بود با پانتورک ها و از اون طرف هم پانفارس ها باز در کنار پانتورک ها همیشه نمود پیدا می کنند. و تو این بخش هم، یعنی تو این فصل اول، ما تاکید ویژه ای هم رو این موضوعات داشتیم که حالا توی قسمت های بعدی، فصل های بعدی، حتما باز اشاراتی خواهیم داشت روی موضوع پانها که اهمیت دارن و باید بهشون پرداخت، هرچند خطر آنچنانی بالقوه ندارن ولی بالفعل اینها میتونن اگر نادیده گرفته بشن خطر آفرین باشن. و بارها هم گفتیم که خطر پان ترک ها برای ترک ها بیشتر هست و خطر پان فارس ها برای فارس ها. پس این بهتر هستش که هم پان ترک ها رو برای سلامت ترک ها یا ترک زبان ها و فارس ها رو برای سلامت فارس زبان ها و فارس ها که در کنار هم ایران عزیزمون رو تشکیل میدن، هر دو اینها رو مورد نقد و نقادی قرار بدیم. اینها بخش اصلی بود، سه بخش اصلی، و موضوعات مختلفی رو لابلای این بخش اصلی هم مرور کردیم، از دلفانی ها و کنانی ها و میتونم بگم داستان آتش ابراهیم و نهنگ یونس و همینطور لزبیان ها گفتیم و نکاتی رو در ارتباط با جغرافیا و معماری و موارد دیگه که اینها مواردی بودن که به صورت جزئی و جسته گریخته لابلای مطالب اصلی بیان می‌کردیم. این بود کلیت این 75 قسمت و بهتره که برای بستن این پرونده، بستن این حکایت، کتاب اول بریم سراغ پرسش‌ها و سوالات شما عزیزان و البته دیدگاه و نظراتتون که با همین هشتگ لابلای پرسش ها ارائه کردید و ببینیم که صحبت شما چی هستش و چه سوالاتی رو داشتید. از جدیدترین پرسش ها شروع میکنم. عبادی که از مدیران کانال هم هست، کانال تلگرامی خدای نمک، عنوان کرده که ویدیوهای تاریخ هرودوت خیلی طولانی هستن. تو با این هشتگ سوال مطرح نکرده ولی نقدی رو داشته، طولانی هستن، همینطور فضای ویدیو هم خشکه. به نظرم اگه ویدیوها رو کوتاه‌تر کنید و نکات رو قابل فهم و جذاب‌تر بگید، شاید افراد بیشتری علاقمند شدن به تاریخ. متأسفانه خیلی ها بعد از مدتی زده میشن، این جذابیت جذبشون میکنه. موافقم، سعیمو میکنم که از این حالت خارج بشه. اینکه برنامه طولانی هست، همین الان این برنامه هم به نوعی احتمالا طولانی خواهد شد و مسلماً مخاطب خاص خودش رو برنامه‌های طولانی داره، ولی نسل جدید هم شما می‌دونید هم بنده می‌دونم که دنبال اطلاعات خیلی فشرده و جمع و جور و سریع هستن، چون سریع می‌خوان برن مرحله بعدی و برسن به قرار آخر. اما باید یاد بگیریم که هر چیزی رو که مخاطب دوست داره بهش ارائه نکنیم، چون اون چیزی که مخاطب دوست داره لزوماً به دردش نمیخوره. پس جایی و گاهی اگر برنامه طولانی میشه میتونه لازمه اون موضوع باشه. اینو هم بگم که من خیلی جاها از خیلی از اطلاعات و مطالبی که باید گفته بشه و تکرار بشه تا جا بیفته خودداری میکنم، به خاطر همین که جذابیت کم نشه. اما خروجیش رو، اون چیزی که داریم میبینیم، این هستش که همون بخشایی که تکرار نکردیم و کوتاه کردیم باعث شده که مخاطب مطلب رو درست نگیره. و اگه تکرار میکنیم صحبت رو و توضیح اضافه میدیم، دلیلش این هستش که جا بیفته مطلب، که
خب میبینید با این اوصاف هنوز خیلی از موارد جا نیفتاده. اما دوباره توی یه کامنت دیگه عنوان کردن که هرودوت از بالا رفتن آشوریه در بابل صحبت میکنه. این بخش رو نمیدونم اودی جان منظور چیه، اینو بعدن تو پی وی بهم توضیح بده. دلیل این جمعیت و نفوذ بالای آشوریه در بابل چی هستش؟ خب توی تاریخ هرودوت و بقیه تاریخ نگاران یونانی ما شاهد این هستیم که اصلا ساخت بابل رو، شهر بابل رو، تأسیسش رو از زمان نینوس و سمیرامیس آشوری عنوان میکنن و اینکه اصل داستان یعنی اصلا خود بابل رو شکل گیریش مرتبط میشه توی اون منابع یونانی به آشوری ها، اینجا دیگه نفوذ نمیشه تعریفش کرد و در اصل میشه گفت کلن این داستان بابل و اینها به نوعی آشور هستش و بخش اصلی آشور به حساب میاد. اما توی داستان های حالا باستان شناسی و اینها ما میبینیم که یه مقدار داستان بابل و آشور تفاوت داره که این رو در آینده توی اون بخش هایی که حالا جلوتر توضیح خواهیم داد در ارتباط با تاریخ ما میبینیم. یکیش برمیگرده به اون مسئله کتاب سوزی ها توی دوران باستان که اشاره هم بهش داشتیم. اما یاسین یکی دیگه از حالا اینا به صورت اتفاقی پشت سر هم قرار گرفتن از دوباره مدیران کانال تلگرامیمون دوباره یه انتقاد دارن، میگه حذف بک‌گراند سیاه پشت لطفاً. این یاسین فکر میکنم تنها کسی که به بک‌گراند سیاه ما ایراد میگیره. چشم، سعی میکنیم بک‌گراند رو عوض بکنیم. مثل اون کانال های خیلی حرفه‌ای یه عکس کتابخونه پشتمون میذاریم پر کتاب و اینا، نشون بده که چقدر ما آدم های کتابخون و با دانشی هستیم. ولی حتما بک‌گراند رو عوض میکنیم. بک‌گراند هرودوت عوض خواهد شد تو فصل جدید، ولی بک‌گراند ساسانیان تا انتهای ساسانیان ما چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید مشکی باقی میمونه. اما دوست دیگه من رامون، اگه درست تلفظ کرده باشم، چند تا سوال کلیدی رو مطرح میکنن که مهمه. اولین سوالشون اینه که مکان کلخیس نام برده شده توسط هرودوت کجاست؟ خب مکان کلخیس توی همون نواحی هستش که در پیوند با آتن، در پیوند با سرزمین های ایونی ها و ماد هستش. یعنی باید کلخیس رو یک جورایی نزدیک به این جغرافیا در نظر بگیرم. پیوندش با ماد یا جغرافیاش با ماد چندان دور نیستش، اما زیاد هم نزدیک نیست و نمیشه این جغرافیایی که امروز در تقریبا جنوب شرقی دریای سیاه برای کلخیس انتخاب میکنن رو به طور قطعی تایید کرد. اما ردش هم ما فعلا نمی کنیم به صورت قطعی. ممکنه اونجا هم باشه، تو اون جغرافیا ممکنه. این رو هم تاکید کنم که خیلی از این جغرافیاها رو ما نمیتونیم جانمایی دقیق بکنیم به خاطر اینکه اطلاعات بسیار کم هست و اطلاعاتمون خیلی ناقصه. اما بعضی موارد رو میتونیم به صورت قطعی عنوان بکنیم، مثل جغرافیای لیدی، مثل جغرافیایی که برای ماسایت ها تعیین میکنن. به صورت قطعی میتونیم بگیم که بعضیشون دقیقاً توی چه حدود جغرافیایی بودن و در کدام حدود جغرافیایی نبودن. و در مورد ماساگت ها و دیدی این رو دیدیم، حالا توی برنامه بعدی راجع به دیدی به صورت اختصاصی صحبت میکنم. سوال دومشون که خیلی مهمه، گفتن که آیا شما همچنان ایندیا در دوره هخامنشیان رو همان ارمنستان حساب میکنید؟ خیر. چرا؟ چون توی ادامه جمله خودتون گفتی که اونم با توجه به این که در لیست ساتراپا نام هر دو موجوده و هرودوت بعد از هندیایی نام میبره که به قدر سیاهن که حتی نطفشون هم سیاه. این اون بخشی که حالا گفتم در ارتباط با ترجمه ها باید بهش دقت بکنیم و متون مختلف رو بررسی بکنیم، ترجمه ها و نسخه های مختلف رو بررسی بکنیم تا به اصل اون مطلب یا نکته که هرودوت داره بهش اشاره میکنه هم پی ببریم. این رو با هم بعد یه گپ کوتاهی که در مورد هند و ارمنستان میزنم بهش ورود میکنم، اون رو هم میبندیم داستان اون مثال سوم رو و بقیه پرسش های این دوست عزیزمون رو مرور میکنیم. خب
گفتن که هند و ارمنستان یا ارمنیه در کتیبه هخامنشی توی لیست ساتراپ ها اومده که درسته، یعنی ما به لیست ساتراپ های داریوش بزرگ که رجوع میکنیم و هخامنشی ها میبینیم که هم از هند نام برده شده و هم ارمنیه در کنار هم. آیا هند و ارمنستانه که توی داستان تاریخ ساسانی ما بررسی کردیم و گفتیم که اونجایی که فردوسی داره از نبرد با هندیا صحبت میکنه در منابع رومی همون نبرد با ارمنی ها هستش و اینجا هند و ارمنستان با هم تطبیق پیدا میکنن، آیا اینجا هم همینه؟ خیر. و پاسخ این هستش که یک، برگردید رجوع کنید به اون ویدیویی که در ارتباط با ریشه یابی واژه هند ساختیم و اونجا متوجه میشید که لزوما ما یک هند نداریم، یعنی ما همینطوری که امروز ایندیان ها رو هم توی هندوستان امروز داریم و هم در بین بومیان آمریکا داریم و جفتشون هم با همون مفهومی که گفتیم، یعنی اند و انتها و اینها در پیوند هستن، ما در زمان هخامنشیان و بعد از اون هم ما هندهای مختلفی رو داشتیم که اگر به متن گزنوفون و تاریخ گزنوفون رجوع بکنیم میبینید که در لشکرکشی کوروش به ارمنستان ما شاهد این هستیم که هندی هایی رو در کنار کوروش بزرگ میبینیم. حالا این هندی ها از کجا اومدن؟ از شرق ایران آورده شدن به شمال غرب ایران یا اینکه تو همین ناحیه شمال غرب بودن؟ این جزء اون نکاتیه که توی داستان ساسانی دیدیم که ما اون بالا هم هند داشتیم، یعنی در نواحی ارمنستان یا مجاورت ارمنستان ما هند هم اشاره بهش شده. پس اینکه لزوماً هر هندی رو که میبینید این همون هندوستان امروزی یا منظور ارمنستان یا یه هند دیگه مثل همین ایندیان های آمریکا بوده یا هستش، نه اینطور نیستش و باید موارد دیگه هم در این ارتباط حتما دیده بشه. لابلای متن رو کامل موشکافی بکنید تا برسیم به این که منظور مورخ یا اون سند کدوم هند هستش. و اینم در نظر بگیرید که اقوام مختلف برای سرزمین ها نام های مختلفی رو به کار می بردن. به همین خاطر هم هستش که تو اون داستانی که در ارتباط با شاهنامه ما داشتیم و باید ببینیم که فردوسی از چه منبع و مأخذی اومده مطلب خودش رو، داستان خودش رو، روایت خودش رو داره مطرح میکنه و آیا در اون ارتباط اون نواحی که مربوط به ارمنستان یا سرزمین های ارمنی هستش یا تحت کنترل ارمنی ها بوده، آیا در اون منابع به همه اون مناطق هند گفته میشده، اطلاق میشده یا نه؟ این میشه گفتش که یک برداشت هستش که به نوعی جزء رو به کل تعمیم داده. این همه مواردی هستش که باید دقیق بشیم. اما نه ارمنستان هند هستش، نه اینکه اینها از هم جدا هستن، یعنی در پیوند با هم هستن، یا در نظر داشته باشید. و دیگه زیاد صحبت نکنیم که طولانی نشه داستان به قول عبادی. اما بریم سراغ اون مثال ترجمه ها و نکته مهمی که گفتیم. ترجمه مختلف رو باید بررسی کنیم تا ببینیم که آیا اون مورخ که اینجا هرودوت هست واقعا همین حرف رو زده که ما تو ترجمه الان داریم برداشت میکنیم یا نه، که اینجا اشاره به چی بود؟ هندی هایی که انقدر سیاه هستن که نطفه شون هم سیاهه، تأکید روی واژه سیاه هستش و سیاه پوست بودن. برای این مطلب باید رجوع کنیم به همون بند از تاریخ هرودوت که مربوط میشه به کتاب سوم بند 101. همونطور که در متن انگلیسی میبینید دو جا اشاره به واژه بلک یا همون سیاه شده، بلک اسکین یا سیاه پوست، و اون بخشی که صحبت از شباهت رنگ اون مایه منی یا همون اسپرم هندی ها، مردان هندی داره، که ارودوت میگه رنگ اون مثل رنگ پوست هندی ها سیاهه. اما وقتی رجوع میکنیم به همون بخش از متن تاریخ ارودوت در نسخه یونانی میبینیم که اونجایی که کلمه کروما یا همون پوست اومده، یا بهتر بگم رنگ پوست، در متن یونانی اومده
ما کلمه سیاه رو نداریم. تنها یک کلمه هستش که بعد از این واژه پوست میاد که به معنی پوشاننده هستش، فروسی. اگر اون فروسی رو دنبال بکنید شاید به ریشه های این کلمه که در پیوند با تیرگی یا تفاوت رنگ یا اینطور بگم رنگین پوست بودن باشه برسی. اما کجا میتونیم از متن یونانی بفهمیم که منظور هرودوت دقیقاً چی هستش؟ کلمه ایه که توی بخش دوم در ارتباط با خروما هرودوت بهش اشاره میکنه. و چند کلمه قبلتر ما ملنه رو داریم که در یونانی چه امروزی چه یونانی باستان به نوعی به نظر به کلمه بلک به معنی سیاه یا تیره استفاده شده. اما ترجمه درستر برای ملنا در اصل میشه گفت رنگین یا دارای رنگ و یا تیره هستش، چرا که ما این کلمه رو در ملانین هم شاهدیم که اصطلاح برای گروهی از رنگدانهای طبیعی موجود در موجودات زنده هستش. و شاید اگه یه مقدار ریستر بشیم این کلمه ملانین یا مل رو در ریمل که همون سرمه باشه میتونیم پیدا بکنیم، سرمه‌ای که در فرهنگ فارسی معنی سیاهی و تیرگی و تاریکی داره. و در اصل میشه گفت تیره پوست بودن هستش و لزوماً سیاه رو نباید برداشت بکنیم یا سیاه پوست بودن رو، چرا که رنگ تیره حتی هندی های امروز با رنگ تیره‌ای که ما در بین آفریقایی ها بخشی از آفریقایی ها داریم متفاوته و خود حتی سیاه‌پوستان هم رنگ‌های متفاوتی رو دارن و اون سیاهی که مد نظر ما هست رو ندارن. اما مسئله دیگه که هرودوت بهش اشاره میکنه و میتونه به ما کمک کنه که این تیرگی تا چه میزانی بوده و میتونه باشه این هستش که توی اشاراتش داره میگه که مایه منی یا همون اسپرم که تاوایون دارن، این مایه در بین هندیان انقدر سیاه یا بهتر بگیم تیره هستش مثل رنگ پوستشونه. خب اگه یه مقدار راجع به این مایه تحقیق بکنید، راجع به رنگ های این مایه تحقیق بکنید، میدونید که تیره بودن یا رنگین بودن این مایه میتونه دلایل مشخصی برای برخی از بیماری ها باشه و رنگ تیره مایل به سیاه میتونه نشأت گرفته از مشکلات نخایی باشه که خب مسلما در بین اون هندیایی که داره هرودوت اشاره بهشون میکنه ما مشکلات نخایی نباید شاهد باشیم، یعنی از لحاظ فیزیکی سالم هستن و نخای سالمی دارن و مشکلات حرکتی ندارن. اما یه مورد دیگه ای که میتونه روی تیره شدن رنگ مایه منی تأثیر داشته باشه این هستش که شما در خونتون از سطح فلزات سنگین زیادی برخوردار باشید که اون هم برمیگرده به نوع تغذیه‌تون. و باید ببینیم که هندیای امروز آیا این مسئله درشون بوده یا هستش، یعنی سطح فلزات سنگین توی خونشون زیاد هست یا اینکه نه این مسئله هم ربطی نداره و میشه بررسی کرد. پس این مورد رو در ارتباط با ترجمه میتونیم بهش برسیم که هرودوت دقیقا داره به چه گروه و دسته ای از مردمان اشاره میکنه. و طبیعتا این هندی ها که هندی های حالا سیاه یا تیر پوست هستن با یه هندی های دیگه که تو برخی گزارش ها هندی های سفید گزارش شدن متفاوتن. اما بریم ادامه پرسش رامون رو با هم ببینیم. توی سوال سومشون عنوان میکنن آیا بین مردم اسپارت و ساتراب سپاردا و اقوام سوبارو که در نگارهای آسمانی باقی‌مانده ارتباطی هست؟ سوبارو یا سوبارتوا، اون داستانی که برمیگرده به اون تقسیم بندی ها و حالا به نوعی شاید اقوامی که در متون مربوط به دوران باستان و خیلی کهن هستش، سومری و اینها، سوبارو یا سوبارتو و سپاردا و اسپارت، اینها میتونن، حالا دوتا مورد اسپارت و سپاردا رو تو لابلای صحبت رو گفتیم اینها در پیوند با هم هستن، اما سوبارتوها که خیلی قدیمی تر هستن اینها هم در ارتباط با همون جغرافیا، یعنی
سوارتو رو میشه گفت تحلیلگرا به معنی شمال ذکر کردن و اشاره به شمال، نواحی شمالی. شمال کجا؟ داریم تمدن اکد و سومر و اینها رو داریم صحبت میکنیم و سوارتوها شمال اونها قرار میگیرن که نواحی شمالی عراق امروزی به نوعی میشه. و این دوباره با اون داستان اسپارت و سپاردا و اینها یه جوری چفت و بس میشه. اما دقیقاً جغرافیاشون به چه شکلیه نمیشه به صورت قطعی دقیق یعنی نقطه زنی گفت، اما یه حدودی رو میتونیم در نظر بگیریم براش. و اینکه این اسپارت هاست مثل همون داستان لیدیه، مثل داستان مازاگرد ها اونقدر دور در غرب دور نیستن و خیلی نزدیکتر و تنگ دل خودمون بودن. سوال چهارمشون هم در مورد طایفه مغان زیر مجموعه مادها به گفته ارودوت، آیا به نظر شما ایشان ابتدا یک قومی بودن و سپس به هر دلیلی ماهیت دینی پیدا کردن، یا برعکس نام طبقه دینی بوده که نسل به نسل منتقل می‌شده مانند لقب سامورایی ها، سامورایی یا کند فقط این بار در قالب دینی؟ مغان یه شاخه از مادها هستش، بعداً راجبش بیشتر صحبت می‌کنیم در جای خودش از اون صحبتایی که نیاز داره یک سری مقدمات رو قبل‌تر ما بهش برسیم. اما مادها یه شاخه ای ازشون بنابه یک دستور یکی که صحبت نمی کنیم راجبش، اینها میان یک تیرهی جدا میشن و مادها این ببخشید مغان این مسئولیت رو، مسئولیت دینی رو به عهده میگیرن و این به صورت سلسله مراتب همینجوری این وظیفه دینی و روحانیت بر عهده این بخش از طایفه مادها قرار میگیره و یواش یواش اینها خب به صورت طبیعی یه سیر طبیعی هستش تبدیل میشن به یک تیره و طایفه که یک قومی و یک شکلی رو به خودشون گرفتن و یک تایتل تنها نبوده، یه بخشی جدا میشن، وظیفه به عهدهشون گذاشته میشه و اینا نسل در نسل به صورت طایفه ای این وظیفه رو داشتن. میشه گفت در مورد موبدان هم ما اینو میبینیم که موبدان زرتشتی هم همین شیوه رو به نوعی ادامه دادن و این موروثی هستش توی بخش هایی. و اما بریم سراغ دوست بعدیمون شینوبی که گفتم برادر عزیز سکا ترکی زبان و ترک تبار نبودن. بعده 75 قسمت و کلی ویدیوهای دیگه باز یه سری از دوستان میان میگن لیلی مرد بود یا زن و روک بهتون میگم هنوز چیزی که گفتیم رو یک واوش رو هم متوجه نشدم و حالا دوستمون عبادی میگه خسته کننده میشه این داستان، کشش ندیم و طولانی نگیم، یعنی اگه تاکید نکنیم خیلی هم مواردو میبینیم که تای داستان باز اونم میگن ترکی زبان نبودن، ترک تبار هم نبودن. ما این هم مدت گفتیم که سکاها و ترکا جدان و یکی‌اند، یعنی چی؟ هم جدان هم یکی‌اند. باز اینها میان روی این مسئله تاکید میکنن سکاها ترک نیستن. ببینید پان ترکا میان میگن سکاها ترکن، ما میگیم سکاها ترک نیستن، ولی اینها در کنار هم زندگی میکردند. افتاد؟ حالا سکاها رو شما میگین ایرانی‌اند و در جغرافیای نزدیک به ایران بودند، ترک ها هم همونجا بودند و در نزدیکی ایرانی ها بودند. این رو خیلی راحت اگه متوجهش بشید خیلی هم مشکلات حل میشه. حالا چرا ما نام ترک رو در آن بازه زمانی مثلا زمان هرودوت و اینها نمیشنویم که باز یه جورایی میشنویم و زیرزیرکی هستش؟ چرا نمیشنویم؟ به خاطر اینکه این ترک ها در قدرت نیستند، طایفه و تیره ای هستند که قدرت سکاها برشون حاکمه، نه تنها بر این بخش، بر بخش های دیگه و تیره ها و طایفه های دیگه هم سکاها حاکم هستند و به همین خاطر مثلا گاهن ماساگت ها رو هم سکایی میدونن، دربیک ها رو هم مثلا سکایی میدونن، در حالی که اینا هیچ کدومشون سکایی نیستند و تحت حاکمیت سکا هستن. اینو باید بفهمیم ساده
خیلی میگم خسته کننده میشه. سکاها ترک نیستن، ولی چی؟ حاکم بر ترک ها هستن و تو همین منطقه هم هستن ترک ها. اینو بگیرید برای ما کافیه. اما میگه تمام منابع ایرانی بودن سکاها رو تایید میکنه. خیر، تمام منابع ایرانی بودن سکاها رو تایید نمیکنه. البته اگه منظورتون از ایران امروز باشه، بله، ایران امروز که آمریکایی ها، جرمن ها، بخشی از آفریقایی ها و بخشی از اسکیمو ها، بخشی از آمریکایی ها، اینا همشون ایرانی هستن، یعنی در پیوند با ایران امروز و اون ژنتیک و زبان و فرهنگ ایران امروز هستن، این اصلا شکی داشتی. اما اگه صحبت از اون ایران اولیه میکنید، نه، لزومن سکاها ایرانی نیستن. نه تنها سکاها ایرانی نیستن، خیلی از اقوامی که فکر میکنید ایرانی، اون ایران اول که یه شهر بوده یا شاید کوچیکتر یه شهر بوده، خب اون ایران اول مسلما حتما همه این اقوام اون تو نبودن. این یک، چون توی منابع خودمون ایران از یه بازه زمانی وارد داستان میشه نام واژه ایران، و لزوماً اون ایران با ایران امروز مفهوم خیلی تفاوت میکنه. اونم همه منابع میگن، نه، منابع نمیگن، تفسیرها میگن، مانند واژه هایی که هرودوت از سکاها یاد کرده که همشون ریشه هند و ایرانی دارن. هرودوت داره صحبت میکنه واژه چیه؟ واژه سکاییه. و توی یه بخشش حتی میگه که انقدر این سکا بخشی از این سکاها و تیرهای سکایی انقدر زبانشون غریب بوده، برای صحبت کردن با اونا فهمیدنشون 7-8 مترجم نیاز بوده، 7-8 لایه مترجم نیاز بوده تا بفهمیم مثلا اون چی میگه. پس این صحبت ها هم که عزیزان زبانشناس، به ظاهر زبانشناس میان بر اساس یک کلمه که کی استفاده میشده، که چقدر گذشته و چقدر بدبستون بین اقوام مختلف صورت گرفته و الان نمیشه به قطعیت گفت اصلا این کلمه اول مال اون قوم بوده یا مال قوم مثلا ما بوده، قوم پدران ما بوده، این رو میان به صورت قطعی میگن نه، فلان جا استفاده شده، فلانی گفته برای فلانی، بس مال اونه. این موارد رو خواهشن بریزین کنار. و صحبت از هند و ایرانی هم میکنین، احتمالا سکا هندی بودن که گفتیم کدوم ناحیه بودن، ناحیه هند بودن. و اینکه حالا زبان هند و ایرانی، زبان هندی و ایرانی یک ترکیب جدیدی از یک زبانی میشه، و یعنی ما باید یه دونه اسم داشته باشه، هند و ایرانی یعنی چی؟ یا ایرانی یا هندی، چون هند و ایران دوتا سرزمین متفاوت با ژنتیک های متفاوتی هستن، پس نمیشه این دوتا رو همین امروز هم یکی دونست. پس اینا رو دقت بکنید و اینقدر راحت هر چیزی که اساتید و تو دانشگاه و اینها منتشر میکنن و میدن بیرون به عنوان مقالات علمی، اینها رو از این گوش بگیرین، از اون گوش در کنید که هیچ پایه و مبنای علمی درستی ندارن. اما محمد امین، یکی دیگه از نمران کانال و دوستان عزیزان تلگرامیمون، عنوان میکنه که میشه در مورد پیوند ماننا و اورار 2 و دیدی و هیتی و میتانی صحبت کنی، که گفتم توی ویدیوی هفته بعد سعی میکنیم در این ارتباط به صورت کامل صحبت کنیم، و اینکه در مورد ارتباط پیوندهای خاندان هراکلیدیا با هخامنشی هم صحبت کنید. که سوال یکی دیگه از دوستان همایون نوری هم هستش، این مسئله هراکلیدیا، که تو اون بخش پاسخ این رو هم یه توضیح مختصری میدم. اما این نوری اما اومده گفته که آیا علت دشمنی پارسیان با یونانی‌ها که سر جنگ ترواس تحلیل درستیه؟ خب توی ابتدای این برنامه در ارتباط با اون نکات مهمی که هرودوت بهشون روشون دست میذاره، اون گره تاریخی که برای ما در ارتباط با تروا ایجاد میکنه، گفتم این مربوط به همون میشه. بذارید 90% باقی داستان تروا رو بگیم، اون موقع همه چی براتون روشن میشه. علت این دشمنی اینه که آگاممنون همون هخامنش باشه، یعنی اجداد پارس ها بودن که ازشون دختر دزدیده شده و جنگ شده. اگه این باشه، چرا هرودوت هم اسم آگاممنون رو میاره هم هخامنش رو، و اینا رو یکی نمیدونه؟ خب اولا گفتیم داستان آگاممنون فاصله زیادی، یا بهتر بگم داستان تروآ
از لحاظ بازه زمانی یه فاصله خیلی زیادی با هخامنشیان داره، اما هخامنشیان اسمشون با اسم اون گروه و دسته‌ای که به تروا حمله میکنن به اسم یونانی ها، یعنی آخایی ها یا هخایی ها، یکیه و آگاممنون سرکرده اون هخایی هاست. حالا اینجا هرودوت میگه علت دشمنی یونانی ها و هخامنشیان. اینجا اون گره است که گفتم بعدن مثلش براتون حل میشه، اون باقی 90% رو بگم. و اینجاست که طبق این صحبت جناب آقای هرودوت و اون اطلاعات دیگه که ما اینجوری میتونیم برداشت بکنیم، درست میشه گفت یونانی ها خودشون میشن هخامنشیان پارسیان یا اجداد پارسیان به نوعی، اگه بازه زمانی درست باشه که راجبش صحبت کردیم، یه اشاراتی داشتیم بعدا هم صحبت میکنیم. حالا اگه اینطوری باشه این یه گره ایجاد میکنه، چطور میشه که هخامنشیان که پارسی هستن هم پارسیان هم یونانی، بعد خودشون با خودشون مشکل پیدا میکنن؟ اینا رو بذارین بعد اینکه اون 90% رو گفتیم متوجهش میشید. خب با توجه به پرداختن دوره همایون نوری میپرسه، با توجه به پرداختن به جزئیات جغرافیایی و فرهنگی اقوام توسط هرودوت، امکان اینکه از اورارتو حرف نزنه صفر؟ قبلا گفتیم اینم که برمیگره به همون مسئله دیدی اورارتو، اینا تو هفته بعد راجبش صحبت میکنیم. فرمودید که طبق هرودوت آسیای آخرین شاه ماده و نوش کوروشه، اما با اعداد ثابت شد که سنشون نمیخوره به هم. برای این نسبت ممکنه که هرودوت اشتباه کرده باشه و کیاکسار آخرین شاه باشه و دایی کوروش، یعنی اون گزارشی که به نوعی گزنوفون داره میگه. ما سه تا روایت داریم در ارتباط با پیوندهای کوروش و آخرین شاهان ماد. یکی سه تا گزارش اصلی، یکی گزارش کتزیاسه، از این گزارش یونانی که به صورت خاص با اسم کوروش و اینا و اینا، کوروش در شاهنامه رو که بگیم متوجه میشید که داستان چی هستش. یکی گزارش کتزیاسه، یکی گزارش گزنوفون، یکی گزارش هرودوت. اینا تفاوت‌های اساسی رو با هم دارن که این صحبت که همایون نوری میکنند این برمیگرده به برداشتی که همایون میکنه گزنوفون میتونه درست باشه. ما گفتیم هرودوت اشتباه میکنه، دلایل منطقی داره و آستیاگ نمیتونه چیز باشه. توی طول غروب کوروش گفتیم گزنوفون هم گزارشش با واقعیت جور در نمیاد و سینک نیستش. گزارش کتزیاس رو دقیق ترین دونستیم. حالا داستان رو کی میتونیم به صورت واضح و دقیق مستند به شما بگیم که چی بوده چی نبوده، برداشت اصلا اون روایت ایرانی ها از داستان کوروش و اینها چی بوده، این رو بگذاریم سر وقتش. در مورد خاندان های حاکم بر لیدی سوالی دارم. اینکه هراکلیدی ها، این سوالی که محمد امین هم داشت، اینکه هراکلیدی ها حاکم بودن تا اینکه گیکس شاه میشه و غیره، و اینکه پیش بینی شده بود که هراکلیدی ها دوباره شاه لیدی خواهند شد، از نظر شما این پیش بینی اتفاق افتاده؟ ببینید ما گفتیم اینجا به نظر میرسه که هرودوت داره پسگویی میکنه، یا اون کسایی که این روایت رو کردن پسگویی کردن، یعنی اتفاق افتاده زمان هرودوت، این اتفاق افتاده، هراکلیدی‌ها که حاکم بودن حکومتشون رو گیگزیا گرفتن و بعد دوره هراکلیدی‌ها، یعنی کسانی از خاندان هراکلیدی اومدن حاکم شدن تو همون نواحی. این چیزی بوده که اتفاق افتاده. حالا آیا پیشگویی بوده یا پسگویی؟ نمیدونیم با قطعیت بگیم. ما فکر میکنیم پسگوییه، یعنی اتفاق افتاده بعد یه سری اومدن زبلبازی در بردن، اومدن گفتن که آره قبلا اینو فلانی پیشگویی کرده بود، هاتف فلانجا، که این اتفاق میفته. اما به نظر میرسه پسگویی، یعنی برای حالا اون کاسبی های دینیشون یه همچین کارهایی رو کردن تو اون بازه زمانی و تو اون زمان، ولی اتفاق افتاده و به نظر ما دیگه نیاز نیستش، چون چیزی که اتفاق افتاده. شما جای رستم رو معادل هرکول دونستین، اگه اشتباه نکنم، اگه هراکلیدی ها از رستم باشن و رستم از جمشید و جمشید گوتی و کوروش لشکر گوتی داشته، آیا میشه کوروش رو به رستم چسبون؟ کوروش اگه لشکر گوتی داشته باشه، رستم هم گوتی باشه، یعنی از نسل جمشید و اینا باشه، یه ذره همایون
پراکنده سوال میکنی، بعد این رو در نظر بگیر، اینا همشون که با هم فک و فامیل میشن اگه برسیم به حضرت آدم یا کیومرس اون اولیه، با همه فک و فامیل هم. هیچ، بس همه با هم یه ریشه خواهند داشت. اما این چیزی که مد نظر شماست، یعنی خاندان رستم با خاندان اخامنش که کوروش باشه، اینها با هم یکی هن، یعنی چسبیده به هم هن. خیر، چون ما گفتیم هراکلیدیا با چی؟ با خاندان رستم، یعنی هرکولیا با رستم یا یکی میشن. اگر برید و منابع یونانی رو بررسی بکنید که توی ویدیوهایی که در ارتباط با اسکندر گفتیم، تولد اسکندر و اینها نکاتی که گفتیم، تو اونجا یه شجره رو میایم از قول یونانی ها، از قول مورخین و دانشمندان یونانی میایم بیان میکنیم که اونجا عنوان میشه که خاندان هراکلیدی ها و هخامنشیان اینها به نوعی پسر عمو هستن و پرسئوس اون جد بزرگشون میشه، اینا پسر عمو هن و از این طریق با هم یکی میشن، با هم یکی میشن از پرسئوس که اون بالا و رأس کار هستش، و یعنی اینا دوتا تیره مختلف هستن که همینجوری ادامه پیدا میکنن، فاصله شون هی بیشتر و بیشتر هم میشه. از این نظر پاسخ شما به این شکل خواهد بود. امیر بختیاری از همراهان خوبمون این سوال رو داشتن که آیا در آینده قصد برداختن به سایر متون کهن یونانی مثل گزارشات گزنوفون رو به همین شکل و یا بررسی و تطابق اون گزارشات رو با گزارشات هرودوت هم دارید؟ میتونم بگم اگه عمری باقی بماند شاید، ولی فکر نمی کنم بخوایم یه همچین کاری بکنیم، چون کار سنگینیه و فکر نمی کنم نه وقتمون اجازه بده. ما هنوز کتاب اول هرودوت رو تازه تموم کردیم، 7-8 تا کتاب دیگه مونده، باید اونها رو هم بهش برسیم. از فقط خود هرودوت 2 سال شد این داستان، ممکنه اونم طول بکشه، یعنی ممکن که نه، بررسی باقی کتاب های هرودوت مثلا طول میشه، نمیدونم اصلا برسیم ما باقی کتاب ها رو یعنی، ولی لابداش معمولا اشاراتی به گزارشات مورخین دیگه هم میکنیم، مثل همین امروز که دیدید به گزارشات گزنوفون اشاره شد در ارتباط با ارمنستان و هند. یه جا دیگه هم میگن لطفا در مورد اشکنازی ویدیوهای بیشتری بسازید، چشم، این رو داریم. و دوست دیگرمون بنا بن خسرو گفتن که در مورد ماتهای هرودوت اطلاعات ناقصی در مورد شاهان مدت حکومت هر کدوم داده، هم بله هم خیر. حالا بلش به چه صورت میشه؟ میشه گفتش که ببینید ما بخشی از اطلاعات معمولا درسته توی متون، بخشش نادرسته، توی شاهنامه هم داریم، توی گزنوفون داریم، توی کتزیاس داریم، توی هرودوت داریم، توی دیودور داریم، توی بیرونی داریم و و و و. پس لزوماً ما سند رو که بررسی میکنیم حتما همه اطلاعاتی که داره میده درست نیست و همه اطلاعاتش غلط نیست. حالا اینکه چطوری درست از غلط تشخیص بدیم برمیگرده به اون روشایی که گفتیم، یعنی اینکه بیایم از تکنیک‌های خاصی استفاده کنیم به اضافه اون سفت فاکتور اصلی رو لحاظ بکنیم تا بتونیم اطلاعات درست از غلط بیرون بکشیم. اما ادامه میده که چرا همین حرفای هرودوت در مورد سلسله ماتا فقط مورد استفاده قرار میگیره. خب ما داریم تاریخ هرودوت رو مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، کتاب هرودوته، کتاب گزنوفون، کتاب دیودور، کتاب بیرونی، اینا رو که نمیخونیم، داریم کتاب هرودوت رو بررسی میکنیم. بس اگه اشاره میکنیم به تأکیدی داریم، تأکید نیست، داریم کتاب رو بررسی میکنیم، باید حرفای هرودوت رو بخونیم، حرفای نفر دیگه رو نباید بررسی بکنیم، ولی اشاره میکنیم به موارد دیگه جایی که لازم باشه. سوال بعدی هم این که قوم ماسایی در اسناد و منابع دیگه هم نام برده شده، رجوع بکنید به ویدیوهایی که در ارتباط با ماسایی ها گفتیم و جغرافیاشون، اشاره داشتیم به منابع دیگه و مورخین دیگه، یه ذره دقیق‌تر نگاه بکنید، سرسری نگاه نکنید ویدیوها رو، میدونم سخته، ما کانال گفتم سرگرمی نیستیم، یه مقدار باید تعاملتون بیشتر باشه اگه میخواین اطلاعاتتون درست‌تر و دقیق‌تر باشه. واو اون چیزی که میگیم و سعی میکنیم که فکر شده باشه و بی سند و مدرک صحبتی رو نکرده باشیم. یه چیز دیگه هم بگم لطفا از کتاب و سند تاریخی واقعی به روایت شاهنامه هم خبری امیدوار کننده بدین. خب
تاریخ به روایت شاهنامه ساسانیان منظورتون اگه بوده باشه که شروع شد ساسانیان، و در مورد کتاب هم داره کارو میره جلو و اگه میبینید داره طول پیدا میکنه، ما یه ذره که نه خیلی داریم بد قول میشیم در این ارتباط، به خاطر این هستش که در حین پژوهش محسن که کار اصلی رو داره انجام میده در حین نگارش از یه دفعه به یه نکته میرسه که اون نکته مثلا تو بازه زمانی منوچهر هستش که داره مطلب رو داره جمع میکنه، مثلا داره میبنده تموم بشه کتاب، تو اون بازه زمانی یه دفعه یه نکته ای رو بهش برمیخوره که مربوط میشه مثلا به دوره جمشید یا دوره مثلا کیانیان، دوره گشتاسپ و کیکاووس و اینها. حیف هستش اون مطلب و نکته رو بذاره کنار و توی کتاب اون رو اضافه نکنه. واسه همین اون بخشی که تازه پیدا میکنه و بهش میرسه اونها که تقریبا تحقیقات مجزایی رو دوباره میطلبه و گاهن حتی باعث میشه که بعضی ما تغییرات رو هم داشته باشیم که اطلاعاتی که یا نتیجه گیری هایی رو که خدمتون ارائه میکنیم اینها از دقت بالاتری برخوردار باشن. به همین خاطر یه مقدار صبر رو پیشه بکنید، بزنین یک چیز ماندگار برای نسل خودمون و نسل آینده به جا بذاریم. و آخرین پرسش که باز برمیگرده به یکی دیگه از بچه های کانال تلگرامیمون مایک عزیز که گفتن الان کدوم دست از این سکاها جزوی از حامیان کوروش و ماد هستن، کدومشون یعجوج و ماجوج یا به نوعی رستم و شغاد داستان ما کیه؟ خب در ارتباط با یعجوج و ماجوج توی ویدیو ذوالقرنین صحبت کردیم، یه اشاراتی بهشون داشتیم، لابلای صحبتامون هم باز بحثایی رو داشتیم. و در مورد سکاها توی همون ویدیو اشاره کردیم که سکاها تیرهای مختلفی هست و یه بخشی از سکاها رو که تو داستان داریوش میره باشون مبارزه میکنه، اینها سکاهایی هستن که به نوعی سکاهای میشه گفت با سکاهای تیز خود شاید بشه یکی دونستشون، اما سکاهای تیز خود نیستن. و ما اون دسته از سکاهایی رو که توی زمان کوروش داره باشون نظام میکنه، اون دسته از سکاها میبینیم که با سکاهایی که حالا سکاهای تیز خود به حساب میان و تومیریس و دارو دستش رو تو اون جزء اون دسته از سکاها میدونن که توی گزارش کتزیاس آمورگس و اسپاترا بودن، همسرش اسپاترا که همون تومیریس به نظر ما هستش، اینها با کوروش درگیر میشن. یعنی اینطور نیستش که بخوایم کامل اینها رو جدا بکنیم از هم، رستم و شغاد. شغاد هم توی داستان ما توی انتهای داستان شاهنامه میبینیم رستم و شغاد میان که رستم و شغاد در تضاد با هم هستن. و اینم در نظر داشته باشین که رستم هم به نوعی حاکم سکاها میشه و خودش سکایی نیست، شاه سکاها یا سکستان میشه. و میگم نمیشه چیز کرد توی داستان، یعنی به صورت خیلی دقیق گفت الان یعجوج و ماجوج اینها هستن یا اونها هستن، این دست از سکاها یا اون دست از سکاها. اما تو داستان مثلا کوروش ما دربیکا رو داریم، خود همین آمورگس و اینها رو داریم که به نوعی ماساگت ها هستن تو گزارش ارودوت، اینها با کوروش نظام میکنن ولی در انتها بخشی از سپاه و اون قلمروی هخامنشی و کوروش قرار میگیرن و خارج از اون محدوده قلمرو نیستن. و همین داستان مثلا آمورگس و اینها رو یا تومیریس و اینها رو که توی زمان کوروش جزء همپیمانان هستن، ما در زمان داریوش میبینیم که اون کسانی که جانشین آمورگس و اسپاترا یا همون تومیریس شدن، اینها شورشیانی هستن علیه داریوش بزرگ و نمیشه اینها رو 100% تفکیک کرد. و یعجوج و ماجوج به نوعی میشه گفت هم در قالب قوم قرار میشه دادشون، هم در قالب چی؟ تفکر. امروز بیشتر در قالب تفکر هست، اما در گذشته میتونه این از همون ریشه های قومیش سرچشمه گرفته باشه که پیوندهایی رو
با گوک ها میتونه داشته باشه. حالا راجع به رستم و شهادم سر جای خودش زمان خودش که رسید حتما یه سری اطلاعات خیلی خیلی خوب و جذاب رو بهتون میدم. بعضی اطلاعات رو نمیشه الان داد، یعنی اون سرنخ ها رو بدیم خیلی چیزا ممکنه لو بره که دوست نداریم الان لو بره، واسه همین اینها رو میذاریم برای زمان خودش. این پرسش آخر هم در ارتباط با بست اول تاریخ ارادوت تمام شد. میدونم طولانی شد این برنامه، از صبر و حوصله‌تون سپاسگزارم. اونایی که تا اینجا اومدن، اونایی که نیومدن هم وسط رفتن که دیگه تکلیفشون با خودشونه، صبری نداشتن، تعاملی هم نکردن، تشکری هم از اونها نمیتونیم بکنیم. تشکر از شما عزیزانی که تا اینجا همراه بودید و ما رو دنبال کردید. امیدوارم بتونم توی ادامه کار فصل دوم رو که اختصاص داره به کتاب دوم هرودوت قوی‌تر، منسجم‌تر و ترتمیزتر از این چیزی که در این 75 قسمت شاهدش بودیم خدمتتون ارائه بکنم، که مستلزم اینه یه مقداری مشکلات شخصی و اینها برطرف بشه تا با تمرکز بهتر و زمان بیشتری که میتونیم بذاریم سر حالا نوشتن و جمع کردن مطالب بتونیم کارها رو ارائه بکنیم. دیگه به قولی به پایان رسیدین دفتر. حکایت همچنان باقی است. هفته بعد راجع به دیدیه صحبت میکنیم در ارتباط با همین کتاب اول و یه جمع‌بندی هم راجع به دیدیه که ویدیو خیلی مهمی خواهد بود خواهیم داشت. دیگه سخنی نمیمونه جز این که شما عزیزان رو تا درود دیگر به ایزد منان بسپاریم. تا درود دیگر، بدرود.